برای بررسی همین موضوع همراه هستیم با همکارا فرزیا ثابتی از آنکارا. فرزیا، بیشتر از تو بشنویم در رابطه با این خبر. خب همونطور که گفتی این تنش بسیار بالا گرفته. بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آذربایجان منتشر کرده بسیار تند هستش و دوباره تأکید کرده که این حمله یک حمله تروریستی و برنامه ریزی شده بوده. بر اساس متن بیانیه میشه گفتش که سه بند رو میشه گفتش که بهش اشاره شده. یکی این که این موضوع باید به صورت گسترده از طرف سازمان‌های بین‌المللی محکوم بشه، و اینکه مورد دوم این هستش که عاملان و آمران این حمله تروریستی باید شناسایی و مجازات بشن، و موضوع دیگه هم تحقق تعهدات جمهوری اسلامی هستش در قبال کنوانسیون وین که مسئول هستش که نمایندگی های دیپلماتیک رو امنیتشون رو حفظ بکنه. اما همونطور که گفتی در این بیانیه به این موضوع اشاره شده که جمهوری اسلامی تلاش کرده که جلوگیری بکنه از افشای بیشتر اخبار در این زمینه. در این بیانیه به این موضوع اشاره شده که بیانیه‌ای که آذربایجان برای کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا و همچنین دفتر هماهنگی جنبش غیر متعهدها ارسال کرده بوده از طرف ایران مورد اعتراض قرار گرفته، و ایران در این زمینه اعتراض کرده به موضوعی که آذربایجان ارسال کرده. در کنار این، در این بیانیه به این موضوع اشاره شده که 100 کشور و نهاد بین‌المللی در این زمینه از آذربایجان حمایت کردند، و در کنارش هم اعلام کرده که از 120 کشور غیر متعهد فقط سوریه و هند هستند که در این زمینه در کنار جمهوری اسلامی وایستادن و در این موضوع رو محکوم نکردند. در این بیانیه به این موضوع هم اشاره شده که این صحبت که جنبش غیر متعهد ها نمیتونه این موضوع رو محکوم بکنه موضوع درستی نیست، و این موضوع مسئله بین دو کشور نیست، و در تمامی موارد دی که حملات تروریستی اتفاق افتاده این کشورهای غیر متعهد واکنش نشون دادن و در این زمینه صحبت‌هایی رو داشتن. متشکرم از توضیحات. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما بودید.